عزیز تلویزیون سبا و علاقمندان برنامه زمین، سلام بر شما. بازم با یکی دیگه از برنامه زیبای زمین در خدمت شما هستیم با معرفی طبیعت زیبای افغانستان. دوستای عزیز، افغانستان ما و شما، کشور عزیز ما و شما، طبیعتی بسیار زیبا و زیبا داره. هر طرف، هر قدمش زیبایی خاصی خود داره. فصل بهار است و میبینیم که درخت ها غوره کرده. ببینین درخت بادام چه غوره مقبولی کرده و همچنین تمام درخت هایی را که ما در اطراف خود میبینیم غوره های بسیار زیبا و زیبا خود داره. و یک گپی بسیار مهم هم ایست که گل درخت ها از بین رفته و گل هایی را که بوده کلشان شکفته و تبدیل به غوره شده و چیزی را که بسیار زیبایی خاص خود داره در جایی که ما قرار داریم در کنار غوره های میوه های درخت هایی که جا هست، طبیعت زیبایی گندم و گلای سفیدی که در بین گندم قرار دارد، ببینید چقدر زیباست، چقدر فرافزاست. واقعا دوستای عزیز، کشور عزیز ما و شما، آب و هوای دلپذیر و طبیعت بسیار زیبا و فرافزا دارد. دمی لحظه، دمی مکانی که من قرار دارم، ببینید واقعا چه هوای بسیار تصفیه شده و پاک وجود دارد. واقعا فرافزاست، چقدر دلپذیر است و طبیعت زیبایی را که در اینجا وجود دارد. ببینید گل سنجد یک از گلایی است که واقعا خوشبو است و در صنعت عطرسازی از او بسیار استفاده شایان میشه و علاقمندان بسیار زیاد داره. زمانی که زردالو یا سیب یا بادام هر کدامش گل میکنه، گل از او یک زیبایی خاص خود داره، واقعا آدم لذت میبره. و زمانی که تبدیل به غوره میشه، غوره از هم واقعا زیباست، سرسبزی خود داره و بسیار وقتی که آدم طرف سعی میکنه دهان آدم هم میفته، میگه کاش که آدم بخوره از زیباتر از همه که زمانی که تبدیل به میوه میشه و یک میوه زرده که میخوره چقدر لذت بخش است. دوستای عزیز، گپ بسیار مهمی که ما در موردش گپ زدیم، صحبت کردیم و باید جایی را که در او قرار داریم و طبیعت زیبایی را که شما با چشم خود میبینید براتون معرفی کنیم و او را باید برای شما معرفی کنیم. او مهم است که کجا هست، کدام ولایت کشوری زیبای ما شماست، کدام ولسوالی، کدام قریه است. میخواهید بفهمین کدام است؟ به خاطر که شما خوب بفهمین که جایی را که ما در او قرار داریم کجا است و این طبیعت زیبا، ما قسمی که شما میفهمین در هر برنامه خود یک همکار محلی میداشته باشیم. میریم همکار محلی ما را میبینیم که مصرف چی کار است و در مورد موقعیتی را که ما در او قرار داریم برای شما بسیار صحبت ها خود داشت. الله الرحمن الرحیم، منطقه ولایت پروان است. ولایت پروان سیاگرد خوربند است، قریه دواب. این منطقه آب و هوا بسیار خوب از طریق درختان بسیار آب، میوه های گوناگون، انگور، زردالهان، شایی که بگید دریای آبای فراوان و مندم بسیار با اخلاق و زحمتکش و بسیار با مسلمان. منطقه دو منطقه سعادت است، یکی از بزرگترین منطقه نمی ولایت پروان، نمی قریه دو است، بسیار خوب با شکوه و با عظمت و بله بسیار خوب جایی دارد. دوستای عزیز، قسمی که همکار معلم ما گفتن ولایت پروان، یکی از ولایت های شمالی افغانستان و ولسوالی سیاگرد غربند و قریه داب، یکی از قریه های بسیار زیبای افغانستان، ولایت یکی از ولایت های شمالی افغانستان می باشه، بسیار سرسبز زیبا و جای دیدنی بسیار خوب داره، مردمان بسیار خونگرم و خوب و زیادتر مردم های از یک قسمی که معلوم میشه از طریق کشاورزی امرار معاش میکنن، کشت و کار، مالداری تا حدودی هم درست است. میوجات اینجا زیادتر چی است؟ چی میوجات داره در اینجا استفاده میشن؟ مردم میشن از میوجات هم برای خرید و فروش استفاده میکنن. بر انگور است، شفتال است، سیب است، بادام است، آلوچه است، مثلا سنجد است، تمام چیزا گوناگون میوه که طرف اون سمت پیدا میشه. اگر اکثرت نباشه، اقلیت زیادتر در این وطن، در این منطقه ما پیدا میشه. یک گپ بسیار مهم بینندای عزیز، یک گپ بسیار مهم همیست که همیشه سوال برانگیز است، هم برای من هم برای شما. در هر برنامه ما انانس شروع را که وقتی شروع میکنیم امروی همکارای محلی خود صحبت میکنیم، امروی با طبیعت صحبت میکنیم، طبیعت معرفی میکنیم، ما این وقتی دوربر خود سعی میکنیم همکار ما، دوست عزیز، بسیار صمیمی ما، عزیز ما نمیباشه، یک دفعه غیبش میزنه، هیچ گم میشه، ایران میمونیم که کجا میره و او را میریم در جای بسیار زیبا پیدایش میکنیم. مگر آنی نمیفهمیم در این قسمت از برنامه، در این برنامه و در این ولسوالی کجا رفتن. دوستای عزیز، پیش میریم بریم ببینیم که انجینر صاحب هر در برنامه ما باید او را پیدا کنیم و بعد از او بریم به نقطه اساسی برنامه، خدا کنه که بتونیم پیدایش کنیم. و یک چیزی که بسیار برای ما خوشایند است، همیشه در مورد انجینر صاحب، ذوق انجینر صاحب است که ما را خوشم میاد، همیشه میره یک جای بسیار زیبا را پیدا میکنه و از اونجا لذت میبره.
مگم نقص اساسیش دوستای عزیز میفهمیده چی است؟ نقص اساسیش ده است که همیشه تنها میره لذت میبره، جایی که ما رو همراه خود ببره شما رو هم گرد بسازه. حالا نمیفهم چه انگیزه باعث شده که همیشه تنها میره. ایره باز از خودش پرسان میکنیم، خودش برای ما شما خواهد گفت. درست است؟ واو، آلتار است ما سلام تقدیم میکنیم به بیننده‌های محترم و خرسان هستم که بازم یکی از برنامه‌های دیگه زمینه تقدیم به بیننده میکنیم و خدا کنه که برنامه سایت برنامه‌های همیشگی مورد توجه و علاقه‌مندی بیننده‌ها قرار بگیره. به امیدواری آغاز میکنیم به برنامه امروزی خود و وقت شما مصروف ساخت آغاز برنامه شدین، مردم احادی برای ما گفتن که در این قسمت بالای چشمه برنامه چشمه اجدار موقع داره و ما نتونستم که اینجا منتظر شما شوم. بسیار هیجان برام راخت. اوه راست میگه دوستای عزیز، دیدی ما گفتم انجینر صاحب همیشه پشت یک چیز است، هر وقت که ما رو تنها میمونه در یک جای میره که واقعا یک چیز زیبایی داشته باشه. مگم گفتم که نقصش همین است که همیشه تنها میره. ببینین چقدر زیباست. هوا فکر میکنی که از زیر جوش میکنه بالا میه، مثل که حرارت جوشیدن باشه، نه با تفاوت که هوایی که میجوشه گرم میباشه. مگم بسیار سرد، چقدر شفاف، چرا سرخ است انجینر صاحب؟ پیشتر در مسیر رو مام دیدیم یک چیز امرای دوست خود یاد کردیم، گفتیم کاش که انجینر صاحب می بود. ببینین شاخه از این رو ببینین تا کجا سرخ رفته. خب از همکار محلی پرسند. چی میگن ایره؟ چرا رنگ از این سرخ هست؟ چی گپ هست؟ معلومات بتین در مورد ازی، چون خودتان امرای مردم زیادتر ایجا در تماس هستین، چه افسانه هایی وجود داره در مورد ازی؟ آه یک از چشمه اجدار میگیرم. چی میگن؟ چشمه اجدار. چشمه اجدار. خاطر که از پایین یا اجدار بالا میگن و بخاطر ما یک سرخ هستی را بزار با آویش بسار سرد هست. بخاطر میگن که آزاد تاریخ از اجدار را کشت داد بودن مخون دمر منطقه که و اجدار که کشته شده بود اما تو خانه در جای استراحت کرده بود. یعنی من بنام چی میگه دوستای عزیز، ببینین کشور ما شما در جای جایش عنعنات، داستان های فولکلوریل، قصه های بسیار زیاد از خود داره که در بین مردم افسانه های وجود داره که واس بزرگای از واس سینه به سینه برای مردم برای تشریح میکنن، توصیف میکنن، میگن و وا برای نسل های بعد هم تو میگه تا من ایسی یک خاطره باقی میمونه. مگه ما و شما کمی دقیق تر فکر کنیم، میشه گفت که همین افسانه هایی را که دوستای ما مردم منطقه ای که هر منطقه در هر منطقه افسانه‌ای که وجود داره میشه ریشه های علمی هم وجود داشته باشه و خوشبختانه ما همراه خود کسی را داریم که میتونه در این مورد ما و شما را آگاه بسازه، روشن بسازه. انجینر صاحب، خودت من ایسی یک فرد علمی، از نظر علمی اگه بخوای ارزیابی کنی همی اوی چشمه را، همی جوشیش از زیر، همی سرخی هایی که اینجا وجود داره، چه قسم برای مردم توضیح میتی؟ مردم از این چی یاد میگیرن، چی پند میگیرن، چی درس میتونن بگیرن؟ خب ما نظریات مردم را نادیده نمیگیریم، قابل قدر است نظریات احالی، چون نسل به نسل انتقال یافته تا حال. اما از لحاظ علمی ترکیبات از این احجار که در اینجا موجود از زربنبو، از کلسیم کاربونیت یعنی احجار لایمستون که در ترکیب خود ابی اکساید آهن داره می باشه و این اکساید آهن وقتی که این آب داخل نفوذ کرد همین اکساید آهن در خود منحل ساخته که شکل رنگ سرخ برازی داده. این رنگ سرخ از موجودیت اکساید آهن است که ما یک نمونه را از قسمت بالا آوردیم اینجا همراه خود و توسط از این تیزاب HCL ای را میبینیم که آیا واقعا این مواد کربناتی دهی است، یعنی تیزاب HCL است که وقتی که بالای یک سنگ ما ای را میریزیم اگر جوش کرد به ایمان است که مواد کربناتی یا آهکی دهی موجود است. موجود داره. ما میبینیم که جوش میکنه. به ایمان است که در ترکیب خود کلسیم کربنات حجر اصلی منرال های تشکیل دهنده کلسیم کربنات است و اکساید آهن به شکل فرعی دهی منرال دهی جاگزین شده که امی اکساید آهن وقتی که توسط لا بالای از این آب جیران پیدا میکنه این را در خود حل میسازه، در اینجا دوباره امرای آب یک جا خارج میشه که رنگ سرخ از موجودیت از زمین اکساید آهن است.
و در اون قسمت ها ما شما در این قسمت ها باز میبینیم که این مواد سفید رنگی که کلسیم کاربونیت است، این وقتی که منحل شده دوباره در اینجا رسوب کرده که اینجا ای از جدا شده و او را آب جدا ساخته که رنگ سرخ از موجودیت اکساید آهن است. حالا قماندان برنامه زمین، صحبت های انجینر صاحب کسایی که در این راستا در مورد زمین شناسی تحصیلات دارن دقیق میفهمند، خودش سنگ شناسی یک علم است، درست است؟ کسایی که در راستای سنگ شناسی کار میکنن و بسیار معلومات کافی داره، با دیدن هر سنگ، هر درزی از او، هر چیزی از او واقعا دقیق میفهمن که موادی را که در او استفاده شده چی است. قسمی که انجینر صاحب گفتن ما نظریات مردم از خود برای خود قابل احترام میدونیم و همیشه احترام میکنیم، مگر همیشه کوشش میکنیم در کنار نظریات خوبی از او مسائل علمی و بحثایی را که وجود داره برای شما بگوییم و شما از نظر علمی هم آگاهی داشته باشین. قسمی که پیشتر انجینر صاحب گفتن سرخی را که اینجا میبینین ای در اثر بعضی موادای آهنجات یا کربناتایی که وجود داره به وجود آمده، در رسوب کرده تبدیل به سرخی شده. خودی او اگه ببینین تقریبا مثل یک آب چشمه عادی صاف زلال از درست است و یک چیز بسیار زیبا نقش و نگارایی است که در اینجا وجود داره. ببینین چقدر زیباست، واقعا طبیعت با سادگی خود چقدر زیبایی خلق میکنه. نقش نگارایی که گپ ما و شما، من فکر میکنم انجینر صاحب معرفی چشمه نیست یا همیست همیشو ختم میشه. بسیار جالب بود، ما آمدیم سر ازی زیاد پیچیدیم و اصل برنامه ما فکر میکنم که چون همکار محلی زیادتر معلومات دارم. دوستای عزیز، قسمی که انجینر صاحب گفتن در شروع برنامه میشه انجینر صاحب برای ما یک هیجان خلق میکنن، ما رو راه میکنن، من در یک جای بسیار زیبا و که مردم در مورد ازو بسیار گپا داره و ما رو مجبور میسازه که به طرف ازو بیم، ما هم از دیدنی های ازو دیدن کنیم و لذت ببریم. حالی که اینجا رو دیدیم، به قولی که گفتن بحثی اصلی برنامه ما چشمه نیست، این نمونه ازوست که انجینر صاحب مجذوب خود ساخته بود، کشانده بود اینجا، ما رو هم اینجا کشوندیم و میریم سر اصل گپ برنامه. برنامه هستی خود که باید از کجا شروع کنیم، چی کار کنیم، چه چیزایی را برای شما معرفی کنیم. همکار معلم ما هم همیشه تا آخر برنامه همراه ما هستن و میگن که ما قرار است کجا بریم و چی را برای شما معرفی کنیم. ما میریم بخیر در منطقه قطارخواه بودیم، مغاره است، میبینیم مغاره دیدم نکنیم که چیزهای خوبیش داره و دیدنی داره و چی چیزهای معدنی هست یا او کدام مغاره خالص است. ما جک دیدم میکنیم باز باشینیم ما تاسون شما میتونیم که آیا از چه زلزله لذت ببره، بفهمیم که اون منطقه و در کدام ولایت است، در کدام منطقه است و اون منطقه چی نام داره. بله دوستای عزیز، قسمی که همکار معلم ما گفتن قریه قطارخاک یکی از قریه های ولسوالی قربان ولایت پروان با تمام زیبایی هایی که داره، ما میریم مغاره هایی که در اونجا است، یک مغاره است، شاخه هایی که در اونجا است با تمام زیبایی ها و هیجان و ترس و وحشت هایی را که در وجود داره برای شما یکی یکی معرفی میکنیم و امیدوار هستیم که از دیدن برنامه زمین لذت ببرین و تا آخر برنامه همراه ما باشین. و همراه ما موافق هستین انجینر صاحب؟ پس میریم با هم و مغاره ای را که در قطارخاک وجود داره با هم میبینیم. دوستای عزیز، هر لحظه نزدیک شده میریم به دهانه مغاره، بایی که بسیار مانده شدیم، اگر ما به خاطر اینکه بتونیم برای شما یک برنامه بسیار جالب دیدنی رو تهیه کنیم، تمام این خستگی ها چیزا رو تحمل میکنیم. این قسمی که میبینین شروع دان مغاره میجاست و ما و انجینر صاحب همکار معلم رو میریم داخل تا جای دیدنی و دیدنی تری از دید مغاره رو برای شما نشان میتونم. امیدوار هستیم که از برنامه زمین
از دیدن چنین مغارهای لذت ببرین. چطور این نرسه؟ برین داخل. انجینر صاحب، میشه در مورد سنگای مغاره، بافت سنگای ازی برای دوستای ازی ما کمی معلومات بده؟ خب قسمه که دیده میشن سنگای ازی فهم از جمله احجار لایمستون است که احجار کاربوناتی است و در سر پروسه انحلال یا سلوشن این با مرور زبان منحل شده و یک مغاره طبیعی را با وجود آورده که هم از جمله مغاره های طبیعی با شمار میره. وا انجینر صاحب، یک چیزی بسیار جالب ما دیدم در اینجا. این را میبینین؟ به نام چی یاد میشه؟ این را میشه دست نزنین؟ چه میگن این را؟ این را به چی منظور اینجا ماندن چرا؟ به خاطر که روشن باشه نمانده به طور کسی که به دیدم نگه و قسم جای برخ تواسط ازی پس بیاید. خب این به این معنی است که قسمت هایی که رنگ سیاه شده از دود ازی. آه دود ازیست. و در اینجا این زیاد وقت روشن داشته را که سایی بسیار زیاده. خب اگه موافق باشین انجینر صاحب، دوستای عزیز سنگ کدام راست تا چیه؟ ما راست نیست. حفره های کوچک است که توسط آبا با وجود آمده، با وجود آمده به شکل طبیعی. خب انجینر صاحب اگه موافق باشین بیرین دای عزیز، اگه موافق باشین شروع مغاره است همچنان پیش میریم ببینیم چه حادثات چه اتفاقات داخل مغاره میفته. موافق هستین؟ میریم با هم. بسیار جالب و دیدنی، بسیار واقعاً ما با ایجاد پیش میریم. چقدر پیچ از این زیاد است. واقعاً که حالا تا مگر سطر پیش بیری که ما روشنی استفاده کنیم. یعنی جایان توقف میکنیم مثلا اینجا بسیار صحیح جالب است. واقعاً زیبایی خود داره یک مغاره دیگه اون طرف رفته فکر میکنم من یا نه؟ ببینید؟ رفته یک مغاره، رفته یک مغاره. ببینید اینجا چه یک؟ خب اونجا یک شاخه که کوچک است از این مغاره که جدا شده و اینجا یک ساختمان بسیار زیبا دیدنی دیگر را با وجود آورده که چهار اطراف از این توسط آبها منحل شده و از بین رفته. اینجا یک ستون لایمستونی یا از احجار کاربوناتی که تشکیل شده. چقدر سنگ ازی هم سخت است اینجینر صاحب، مثل آهن وریست. آهن ببین فرسایش شده و فرسایش کیمیایی فیزیکی در اینجا رول عمده را داشته و یک ستون در اینجا بسیار زیبا و مفهوم معلوم میشه و یک شاخه کوچک مغاره با اون طرف رفته. خب پیش میریم. اینا قسمت هم یک مغاره دیگه است. در اثر عوامل فیزیکی بعض جایا کنده سنگ ها از هم جدا شده. بس که یه میشه بردون رو خب اون طرف هم راه رفته. یه جام مسدود شده تقریبا فکر میکنم اگر بسیار جای جالب است میشه که نشان بتم برای دوستای عزیز ما. میبینیم واقعا چون احجار احجار لمستون از در ساحی که آب نفوذ کرده همو جاها را در خود منحل ساخته و در مغاره بزرگ یک شاخه های کوچک دیگه هم تشکیل شده که اون قضی زیاد است اما پیش رفتن هم میتانیم. چون خب دوست عزیز ما میتانم بیتانیم برای بیننده های عزیز بگوییم که در اینجا رفت آمد مردم زیاد است کم از چه قسم؟ میرن یه مثل که یک دیدنی جای دیدنی است مردم محلی از دیگه جامعه محلی است غیر محلی جز که دیگه مردم مقدر نمیدم که بیا کدام مورد مردم محل زیادتر به خاطر چی میان اینجا؟ به خاطر اینکه بیا بریم منظره شهر ببینیم جای دیدنی چه که دا فقط برای دیدنی نه تانرسن که آخری دینه پیدا کنن و حالا گفتن برای دیدنی احتمال میره که در طلاب را برای مورد نفر رو گور نکنه دیگه بوره اوجا. خب همین مغاره را تعقیب میکنیم. آه میشه آخی اصلی تعقیب میکنیم. آه باز اگه امکاناتش بود دیگه آره برای بینده عزیز معرفی میکنیم. خب ببینیم آه اینجا میبینیم که برای چند جوخل بس میشه چند هر طرف که میری آه ببینیم واو خانه های جانیست اینجا. خب دیگه لاید نداره اینجا باید چوچه آقا خب قسمه که اینجا دیده میشن بسیار واضح ساختمان های انحلال یافته که توسط آب چطور آب تانسته ساختمان ها را سیاه شده. انجینر صاحب انگلیسی از اینکه سیاه شده چیست؟ امو اینجا که چیز را در دادن به خاطر روشنی
دود از این ساحت ما فکر میکنم طبیعی سیاه شده باشه تا این اندازه سیاه نمیکنه نه شکل غیر از چرا که این طرفا یا گپ انجینر صاحب اگه سیاه باشه دست که بزنید دستم سیاه میشه مگه مو درست است اما این چی شده زیاد وقت سرش نیرش در خاک شیشه چون این ساحت هم میبینیم که ببینیم شکل خود سفید باقی مانده نه قسمت رو ببینید احجار کاربوناتی در اینجا خود نمایان کرده که از جمله احجار لایمستون است قابلیت انحلال داره می باشه و در آب منحل می شه کمت مغاره های طبیعی و جالب و باوجود نره و اگر موافق باشید پیش میریم اینجا بسیار ساختمان های زیبا و دیدنی دیگه است واقعا که زیبا است چیزی را که واقعا در اینجا جالب است میفهمید که مره میفهم یاد چی انداخت یاد همو کاروانسارهای قدیم که بود هر چی قسمتش را میدیدی یک دهلیز و یک راه شوخه تماما اشکال طبیعی است که به شکل طبیعی به وجود آمده و هیچ نوع کندنکاری یا گب زده برین خیر گب زده زد خراب سرم خود ایچی تاریکی همون تو میشه بیده ساختمان هایی که میبینیم تماما طبیعی است و توسط پروسه انحلال یا سلوشن به وجود آمده که بعض جایی که منرال های بسیار غیر مقاوم بوده کاملا خود از دست داده و اشکال بسیار زیبا و طبیعی دیگر را به وجود آمده بعض جایی که منرال های مقاوم بوده با شکل مقاوم باقی مانده که یک ساختمان های بسیار خوب و دیدنی طبیعی را به وجود آورده و این مقاره هم از جمله مقاره های طبیعی است که کاملا توسط طبیعت با وجود آمده ولی احساس میکنه که انسان با ذوق و سلیقه خودی را جور کرده ببینیم با این را باز هم زمین و شگفتی های زمین در افغانستان. این بار گروه برنامه زمین راهی ولسوالی سیاهگرد ولایت پروان شده اند. زمین این ولسوالی در کنار ده‌ها ویژگی و زیبایی طبیعی که دارد دارای مغاره مشهور نیز است. کس نمی داند این مغاره از چه زمانی به این سو وجود دارد. آنچه مردم در مورد این غار می دانند، این است که آخر ندارد. شماری هم باور دارند که این غار به ولایت بغلان منتهی می شود. اما این همه در حد گفته های مردم است. مردم حتی حکایت شگفت انگیزی در این خصوص دارند. آنها میگویند سالهای پیش باشنده های این محل گربه را رنگ کردند و داخل این مغاره رها کردند. به گفته همین مردم بعدها این گربه در پل خمری ولایت بغلان دیده شد. به همین دلیل گفته می شود که انجام این مغاره در پل خمری ولایت بغلان است. اما این ادعا تا کنون با مدارک مستحکم و باور کردنی به اثبات نرسیده است. انتهای این غار به اثبات هم اگر نرسیده باشد، شگفتی های آن همچنان پابرجاست. داخل این غار طبیعی بوده و از زیبایی های خاص برخوردار است. فاصله این غار از قریه چندان دور نیست. روزگاری که تاریخ و یا دوره آن معین نیست، مردم به این فکر بوده اند که داخل این مغاره معدن گرانبها وجود داشته است. از همین رو در داخل این غار کندنکاری های فراوان صورت گرفته است. بعد از داخل شدن به غار و پیمودن اندک راه نشانه کندنکاری به وضاحت به چشم می خورد. اما هنوز معلوم نیست که صاحبان این کندنکاری در نتیجه کندنکاری خود چه چیزی به دست آوردند. بودن با
بالا رفتن آه. و یک چیز بسیار قابل لمس است که انجینر صاحب این سمت است. نه امی وقتی که احجار کربناتی توسط فرزایش فیزیکی تخریب میشه، چون مواد کربنات خودش با خود مواد سمتی را داره میباشه. میبینی شکل سمت برای خودی را مثل سمت میده. آها واقعا چقدر این دستر فرسایش فیزیکی امی سنگ ها با شکل پودر قسمی که ما میبینیم اینجا یک شاخه که دیگه هم بالا رفته و خب امکانات چیست که بالا بریم؟ امکانات از این که در این شاخه بریم نیست. دوستای عزیز هر قسمت این مغاره زیبایی خود داره، مگم چیزایی را که چی بود؟ شاخه یک شاخه است که توسط انسان ها به وجود آمده. این شاخه طبیعی نیست. ای ها؟ آه ای را کندن کاری کردن و مواد اضافی شد در این طرف و در او جنا چی کردن؟ چون احجار احجار کربناتی نیست و انزلالات اینجا صورت نگرفت. این یک ماره شاخه است که توسط انسان ها کندن کاری شدن. مگم سقفش قسمی که دیده میشه طبیعی است اینجا؟ نه طبیعی نیست. یه همون سقوط که کردن با اون شکل معلوم بشه اینجا علائم کندن کاری را ما اینجا میبینیم. میبینی؟ نه نه علائم کندن کاری واقعا علائم کندن کاری و این یک راه روه که اینجا جور شده و مواد اضافی شده به این طرف و به این طرف انداختن و این را به خاطر استحصال یا استخراج سر روی کاره کردن. چون که اینجا یک مگم اینجا واقعا آهن بویش احساس میشه اینجا هست بوی چی دست؟ این نبی منرال سر بس ها مقدار اکسیدن کم شده و اینجا یک ترکیبات از این اجار منرال های سر وجود داره که از بوی شام ما خامیده میتانیم در این قسمت ما فکر و یک همکار محلی هم گفت که در اینجا مردم از اینجا سر استخراج میکنن و از این ساچمه جور میکنن به خاطر شکار. آها سهیست آه این ما این تر است آه ببینید یک قسم رطوبت هست نه؟ رطوبت هست که چسبناک ماده سمنتی چسبناک در این موجود است و اینجا ببینید دست سیاه میکنه همی منرال هایی که سرب داره و همی منرال سرب یک بوی خاص خودم میداشه آه. میبینین احساس میکنی بوی سرب آه همی که داخل مغاره شدیم همی قسمت همی شاخش احساس کردم یک قسم آهن و سرب گپا بوی شد و از وزن شام فامیده میشه که بسیار یک کتله کوچک وزن زیاد داره. خب پیش میریم اینجا هست کسافت یا وزن مخصوص سرب میبینیم بسیار زیاد است و قسمی که احساس دیده میشه مغاره در اینجا باز و دو شاخه تقسیم شده میبینیم یکی شاخه سمت چپ و سمت راست آه هر قدر که ما پیش میریم فیصدی یا مقدار سرب در احجار زیادتر شده میره واقعا این طرف ها و این قسمت ها بخاطر از همین کندنکاری شده که مردم از اینجا سرب استخراج کرده و جایی که منرال خالص شا پیدا کردن از او ساچمه جور کردن بخاطر شکار بریم پیش بریم فکر میکنم دیگه مسدود است مغاره. خب باز ما پیش میریم میبینیم که مسدود است؟ ما منرال سرب به نام منرال گالینا یاد میشه که نام منرالش گالیناست در کثافت بسیار زیاد میباشه تقریبا اگر شما نکنم تا حدود 6.5 در حدود وزن مخصوص ها کثافت هست که درجه سطحیش 3.5 تا 4 است و از این سال به 3 سال میشه یه هم بسته بسته دوستای عزیز با اینکه آخرین رمقای ما دیگه سلای سرد خودمون رو رها میکنیم خب پیش میریم و احساس میکنیم که تغییرات عمده وجود داره تغییرات عمده و اساسیه که در این مغاره وجود داره و این است که آدم یاد چی میندازه این دیگه ما این را معدن گفتم ایتا معدن های زغال سنگ نه معدن سرب این معدنش هست؟ آه این معدن دوستای عزیز میبینید قهرمان های زمین آخر توانستن یک معدن بسیار
جالب و زیبا و دیدنی سرب کشف کنن. ببینین چقدر زیبا هر طرفش که میرید خب سرب است. ما اینجا در این مغاره در مجموع اوائل مغاره جالب بودنش در این است که وقتی که داخل مغاره شدیم احجار های مثل توسط طبیعت با وجود آمده بود و یک قسمت های مغاره توسط کندنکاری با وجود آمده و یک معدن است که این سرب است؟ خالص است؟ در ترکیبات خود دیگه اجزای فرعی دارم خب من هم زیادتر سرب زیاد است این رو بگیم فرمول کیمیاوی از این پی بی اس است منرالش به نام گلینا یاد میشه که از این سرب استثال میشه کثافت از این نسبت به دیگه منرالا بسیار زیاد است. برای تنفس ما و شما این نقص نداره؟ نه برای تنفس نقص نداره اما کمبود اکسیژن احساس میکنم میشه. میبینین وزن از این بسیار زیاد است. زیاد است. یک کتله کوچک وزن بسیار زیاد داره. خب پیش میریم دوستان عزیز. واقعا شما افتخار کنید بر مملکت زیبای خودتان که ببینید چقدر منابع طبیعی زیاد داره. سرشار از منابع طبیعی. این مادم باید با بله نه همونجا باشه اگه من بیاید نه همونجا باشم که راه را غلط نکنیم ببین اینجا مسئول شده دوستای عزیز آخرین کندنکاری همینجا بوده میشه که خودی من هم باید که نمونه های از این لابراتوار روان شود اونجا دیده شود که مقدار سرب از این چقدر است قابل استخراج است یعنی اگر قابل استخراج باشد باید توسط وزارت محترم معدنی به شکل فنی استخراج شود واقعا متاسفانه که این توسط مردم محل به شکل غیر فنی استخراج شده و ضایعات بسیار زیاد دارا می باشد این باید به شکل فنی استخراج شود مسدود شده اینجا ما یک علامه دیگر می بینیم که یکی از ابزار کندنکاری که دسته شکسته و در اینجا افتیاجی به ایوان است که اینجا ابزار کندنکاری به پایان رسید و زیادتر به وجود آمدن این مغاره دخل و تسلف انسان ها بود و هم زیادتر به خاطر منابع طبیعی سر بود که انسان ها آمدن به خاطر استخراج از او کندنکاری کردن ما که به شکل غیر فنی و ما امیدوار هستیم که دولت در این راستا بسیار دقیق کار کنه و از منابع طبیعی افغانستان خوبتر استفاده کنه به صورت علمی و فنی و مردم ما نسبت به این مسئله توجه کنن و نخواهند که منابع دست نخورده افغانستان ضایع بسازند یعنی قسمت میبینیم اینی منرال گالیناس که سربازی استثال میشه واضح دیده میشه و فرمول کیمیاوی از پی بی اس هست و یه نمی ضایعاتی هست که توسط مردم احالی یا اشخاص غیر فنی کنده شده. شده و تمام مزایه شده ای باید به شکل فنی استثال خب اگر موافق باشین میریم قسمت های دیگه شاخ های دیگه مغاره را بر دوستای عزیز خود با تصویر میکشیم ببینیم که چی از در اوجا دیگه چی منابعی را ما میتونیم پیدا کنیم چه زیبایی ها چه هیجانات و چه چیزهای جالب دیگر موافق هستیم؟ واقعا که بسیار جالب بینید بسیار جالب است دوستای عزیز میبینین ببینید که در یک ساحه تغییر دمیت سنگار چطور تغییر کرد از احجار لامستونی به منال های سرب ایره که دیدین دوستای عزیز این مغاره قطارخاک گفتیم درست است؟ قطارخاک قریه قطارخاک است که ما در جایی که قرار داریم میشه گفت ما یک معدن سرب کشف کردیم مانه پیش از ما خود مردم های قریه کشف کرده بودن به صورت غیر قانونی این را استخراج کردن و ما خواهش ما نمیست که دیگه این کار را نکنن و بانن دولت عزیز ما بسیار فنی و مسلکی این را استخراج کنن تا بتانه برای اقتصاد مملکت ما و شما یک چیزی بسیار خوب باشه، آیدی خوب داشته باشه و اقتصاد مملکت ما شما روش کنه شکوفا بمونه. متأسفانه که که تکمیل کردیم، در اونجا داخلش دیدیم که معدن سرب بود. انسان‌ها در اونجا رفته بودن، مردم عالی بودن. انسان‌ها کندنکاری شد، منرال سرب به نام منرال گالینا یاد میشه. دارای وزن کثافت وزن مخصوص بسیار زیاد می باشه درجه سختیش در حدود 3 تا 3 و نیم است و وزن مخصوصش فکر می‌کنم کم فراموش کردن 6 و نیم تا 7 وزن مخصوص یا کثافت چش که بسیار یک وزن مخصوص یا کثافت بیشتر داره و این در مراحل مختلف جیولوژیکی تشکیل میشه مادن از این و در صنعت از این در
ساختار ساچمه ها برای شکار در ساچمه هایی که در بین بولبرنگ استفاده میشه از و از سامانالات و وسایل مختلفه که در موتورها و سامانالات تخنیکی از سرب استفاده میشه که بسیار یک منرال مهم و قیمتی است و نگفته نباید گذاشت که بسیار کم فایده است این منرال. و یک چیزی بسیار جالب انجینر صاحب، به نظر شما چه قسم است مردمی که در اینجا میان میبرن به خاطر ساچمه استفاده میکنن؟ شکار گپا یا کدام؟ نه 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 فکس به خاطر ساچمه که ساچمه چور میکنن برای شکار مرغاوی. از همین منرال استفاده. و اینا یک نقص عمده که موجود است است که مردم محل وقتی که یک معدن استخراج میکنن ضایعات بسیار زیاد داره. اگر از 100% اونها یک 5% بعد از میرن 95% یا 90% از رو از دست میدن که نمی باعث تباهی و خرابی. یک چیز بسیار گپ مهمی که بسیار گپ مهم است باید جا گفته شه و همین است که دوستای ما چرا مثلا بیان نیره به خاطر استفاده ساچمه استفاده کنن، شکار کنن، پرنده را حیات وحش ما و شما را از بین ببرن. در صورتی که میشه از سر بسیار استفاده جالب و خوبتر و در صنعت بیشتر میشه استفاده کرد. و از جمله منال هایی است که بسیار کم پیداست. کم پیداست. و متاسفانه مردم ما در اینجا میان، مردم محل و از او استفاده میکنن، به ساچمه میگیرن، باز تفنگای شکاری پرنده را شکار میکنن. و دو استفاده بسیار غلط، هم خوش و مسئله خشونت است و هم از بین بردن طبیعت. و من خواهش میکنم که کل ما و شما دست به دست هم بدیم و طبیعت زیبای افغانستان رو حفظ کنیم. چطور است؟ موافق هستین؟ خب ما از اون طرف آمدیم نه؟ این شاخه را تکبیر کردیم و قسمی که میبینیم این شاخه از این قسمت که آمدیم این شاخه در اینجا قطع شد. انتهایش هم برای شما نشان دادیم و موفقانه یک پیروزی بود برای ما، خوشبختانه. و میریم یک شاخه دیگه شب قطع میکنیم. چطور اینجا نستایی؟ موافق هستیم؟ ببینید اینجا یک فضای کلان است. هر جو یک چنین فضای کلانی که باشه در حدی از او یک شاخه بسیار برجسته و کلان میباشه که وظیفه ما هموست که او شاخه رو برای شما نشان بدیم. ببینید این طرف یک شاخه دیگه است. باید سپری بیره ببینید اینجا هسته فکر میکنه که بیا احساس میکنه که پشم شیشه باشه. چطور؟ نه؟ بسیار نرم. این منرال را که فعلا ما شما میبینیم بنام ازبزستون یا سنگ ریشه یاد میشه. سنگ ریشه و که در مقابل حرارت بسیار زیاد مقاوم است و از این برای در جالی گیس و لباس اطفایی استفاده می کنند. یک چیز دیگه این نرس باز من قسمی که شنیدیم میگن از این به خاطر بعضی ساختمان هایی را که بخواین گرما و سرما و چیزاش کنترل کنن در بین چی از الیاف استفاده میکنن. به صورت الیاف تشکیل میشن در مقابل حرارت بسیار مقاوم است و لباس ضد عریق یا اطفایی. ببینین واقعا به نام ازبزستون یا سنگ ریشه. ببینید به شکل ریشه است. اینجا بسیار منرال ها و معدن بسیار خوب وجود داره. واقعا زیباست. و یک گپ دیگه بسیار مهم انجینر صاحب قسمی که مدام اینجا میونم هر لحظه امکان سقوط از این است. ببینید این شاخه را که میبینید هر لحظه امکانش هست که سقوط کنه از اینجا خطا بخوره. این قسمت ها چون ایره انجینر صاحب این بالا خب میتونی که ایره ببینید چقدر اخ چقدر زیباست. اینمی مثل یک گل است. مثل گل است. این منرال است که به نام چی یاد میشه؟ ازبزستون. ازبزستون یا سنگ ریشه که در دری ما برای سنگ ریشه میگیم. بسیار از جمله منرال های بسیار هم یافت و نادر است که در اینجا ما خوشبختانه ایره دیدیم و بسیار جای خوشبختی است که ما به یک منرال روبرو شدیم که در این برای لباس های ضد عریق و جالی گیس اطفایی جالی ضد گیس استفاده میشه. خب من فکر میکنم این قسمت مغاره در مجموع سقفش کل نشه. این قسمت ببین اینجا را چوب جلا داره. این همی با شکل در بعض جای زیاد و در بعض جای کم است. من انجینر صاحب یک سوال فنی دیگه از پیشتون میکنم. خود اینه بی سنگ ریشه thank you.
قسمت اینجا دیدمش همو سنگ منرال های سنگ ریشه است که بسیار منرال قیمتی و در این حال بارزش است که ما متاسفانه میبینیم که در اینجا هیچ توجه صورت نگرفت. اما ما از وزارت محترم معدن خواهش بکنیم که بیاین این معدن را ببینن و با لابراتوار ببرسن تا ببینن که آیا استخراج از این اقتصادی است و یا نیست و در حفظ نگهداری از این باید بسیار دولت ما کوشش کنه که این از دست نره. بسیار جای زیبا و دیدنی است و تا حال مغاره های را که ما دیدیم در برنامه های قبلی این یگانه مغاره است که ما در اینجا معادن و منرال های طبیعی را دیدیم. در چندین مغاره که ما رفتیم از جمله مغاره های عادی بود، اما اینجا ما دو نوع معادن منرال ها را دیدیم که یکیش سر بود گلینا و این سنگ ریشه یا ازبزیستون هم در اینجا مشاهده میکنید. خالیگاز که یا سقوط کرده و یا توسط انسان ها تنرخواهی شده. اکساید آهن یک رسوب کرده که اشکال بسیار زیبای طبیعی را به وجود آورده که فرمولی کیمیایی از این اکساید افی اینجا را ببینیم یک مغاره است و منرال ها و ترکیبات کیمیایی بسیار اینجا مغلق هست. هر نما منرال ها و ترکیبات اینجا دیده میشه. ببینید اینجا با شکل یک ریشه مثل که پلاستیک باشه، میبینید؟ از همین خاطر بنام دریش بنام چی یاد بشه؟ سنگ ریشه و اصطلاح لاتینش ازبزستونه. بسیار یک ساختمان جالب طبیعی است که یک منرال است، منرال خالص، خالص طبیعی. خب تا عوامل فیزیکی و کیمیایی بسیار فرسوده شده و ازبزستون یا سنگ ریشه ببینید که این توسط عوامل مختلف طبیعی از جمله فرسایش فیزیکی و کیمیایی در سنگا بسیار تخریب شده، از بالا سقوط کرده و در اینجا پراگنده شده. میبینید خود از این از چی به وجود میاد انجینر صاحب؟ یه خودش یک منرال خالص هست که در ببینید ما که میبینیم مثلا نفت، گاز، سنگ، زغال سنگ، سرب یا آهن یا خودشون یک منبع داره، نه از یک عامل. عامل از این چی هست؟ عامل از این تمام منرال ها مادن از مگما جدا میشن. مگما در اعماق زمین تشکیل رگ ها را میکنه که هر منرال به شکل خالص در اگجای که جای نشین شد یا جاگزین شد در اون رو منجمد میشه و تشکیل مادن هم میکنه که در پروسه هایدروترمال این منرال در بسیار یک درجه حرارت بلند تشکیل میشه. پروسه تشکیل شوی از این پروسه هایدروترمال است. دوستای عزیز اگر ما بخواییم طرف تیر شویم من فکر میکنم خطرناک است. امکان اینجا دارم این قسمت ها را مکمل بسیار خوب شد امکان سقوط شد و طرف که بریم. خب اینجا میبینیم که منرال سنگ ریشه یا ازبستون بسیار موازاحت و خوب دیده میشه که از جمله منرال هایی است که بسیار کمیافت است و ما خوشبختانه در اینجا این منرال دیدیم و استفاده بسیار خوب داره در سنت. در جایی که لباس یا یک چیز زد حریق جور میشه از همین منرال ازبستون جور میشه و سنگ ریشه است. واقعا چقدر منابع طبیعی و یا یک چیزی که ما همیش با او سر کار داریم جالی گیس. خب در جالی گیس هم از استفاده میشه. طبیعت چقدر یک منرال یا ماده معدنی را شفاف و زیبا خلق میکنه. واقعا چقدر شفاف و طبیعت افغانستان واقعا زیباست. ببینید چقدر بسیار شکل شفاف و بسیار یا گپ بسیار عمده‌ای که وجود داره در طبیعت افغانستان. انجینر صاحب ببینید دیدن از این قله لذت بخش و زیباست. اگر از استفاده صحیح شه خدا میفهمه چقدر مفید واقع میشه. بسیار مفید واقع میشه و باعث پیشرفت ترقی کشور میشه. چقدر زیباست همین واقعا بسیار با شکل شفاف در بین از این سنگ های گرداریده شده یک ماده بسیار شفاف. خب میریم به نظر من
نام شبانیم شهر شیشه ای. واقعا شهر شیشه ایست. ببینیم شیشه ای را که در اینجا و با این تفاوت دوستای عزیز شیشه ای را که شما در خانه تان دارین اگر دست بزنین خورده شیشه شا دستتان میبره خون میسازه و این بسیار زیبا. ببینید چقدر زیبا کرستال واریست واقعا. این را ببینین احساس میکنی که چی میگن چیم باشه چمن از یک قسمت چمنه بکنی این طرف شا ببینین و این طرف شا و در نهایت میبینی سفیدی از این چمن سفید خود ندیدین. ما براتون نشان میتونیم ببینین چقدر زیباست واقعا زیباست. خب بعد قدر که پیش بریم مندار عزیز من احساس میکنم اینجا چیه. این مغاره دارای زیبایی های عجیب است. سنگ های سفید ریشه مانند. این سنگ ها از بالا به پایین چون ریشه درخت آویزان هستند. این مغاره که به صورت غیر حرفه‌ای کندن کاری شده است، زمینه افتادن مغاره را سهل‌تر ساخته است. ما نیز با ترس و لرز به پیش می رویم. هر قدم که به پیش می مانیم، توته های از سنگ سفید ریشه مانند بیشتر به چشم می خورد. ما همچنان به جلو می رویم. اما هرچی بیشتر می رویم، مغاره خطرناکتر می شود. در حوالی ما درس های بزرگ در غار دیده می شوند که هر لحظه امکان لغزش این مغاره متوقع است. ببینید واقعا که چقدر زیباست. نمیشه ایره ببریم اینجا نرسه بیشار فرسوده شده تخریب میشه. خب در حقیقتی نباید تخریب شده میری حقیقت مقاومت زیاد دارم اگرم در اثر فرسایش به این شکل دارم آدم اینجا را میبینیم. خب منرال از بستون یا سنگ ریشه در اینجا بسیار من فکر میکنم درخت نیست اینجا نرسایبی این هم یک شکل درخت با خود گرفتم من درخت هست ببینیم اینجا نرسایب به نظر چی احساس میکنید درخت نیست گل نیست چی هستی باش گیره من میگم اگه گل هم نباشه از گل کدم گل مال باشه گل مالو میشه وایی امو منرال قبلی سنگ ریشه از بستون هست که در حرارت بسیار بلندی تشکیل میشه و در صنعت استفاده خوبه داره در لباس های ضد حرارت و در اینجا مقدارش بسیار زیاد شده بسیار جالب. یک چیزی که جنرس های بسیار جالب و دیدنی است چیست از دور احساس میکنه آدم یخ باشه نه؟ ببینین یخ اما در حقیقت یک منرال است. منرال است ببینین چقدر زیباست نمک واری باز جاش دیده میشه بسیار ببینین ببینین منرال رنگای از این مختلف است. این رنگ ببینید؟ منرال خالص طبیعی. بسیار. من نامش میمونم تپه شیشه ای. چطور است؟ میشه گفت یک تپه شیشه ای است. ببینید این گلکای از زیر چقدر مقبول است. واقعا مقبول است واقعا. بسیار زیباست. من دوستایی که فعلا در بخش زمین‌شناسی درس میخوانن بر اعضا بسیار جالب است که ببینن که منرال از بستون یا سنگ ریشه در معدن چه قسم تشکیل میشه. تصویر از ما در موزیم یک نمونه بسیار کوچک از زیره داشتیم برابر یک همه قدر بود مالکل اگه او را با بسیار دقت میدید که چی نوا یک سنگ ریشه یعنی چی یوان در یک قسمت اکساید آهن به شکل منرال فرعی اینجا تشکیل شده و در این قسمت ها که میبینیم امو منرال سنگ ریشه یا ازبستون است که با شکل بسیار زیاد در اینجا موجود است و یک زیبایی خاص را به این مغاره باشیده. در این قسمت ها بسیار زیاد جالب است امی ساحی است که در اینجا منرال های سنگ ریشه احساس میکنی یا ازبستون بسیار زیاد است. احساس میکنی برف است نه؟ احساس میکنی برف است و در این حال بسیار شفاف و یک جلایش یا درخشنگی خاص خلا داره. خود داره راست میگه. و بسیار جاد چی هم شده تخریب شده تخریب فیزیکی کیمیاوی رول هم داره در اینجا داشته. نه این بارم توسط انسان ها کندنکاری شده به خاطر استخراج معدن سرب و یا کدام هدف دیگه. این شاخی مغاره طبیعی نیست و توسط کندنکاری انسان ها صورت گرفته در اینجا.
که تا با اون قسمت پیش رفته بود اونجا مسدود است این شاخه. خب خب اینجا صاحب با اون طرف فکر میکنم کدام یک مواره دیگه این طرف هست اگه موافق باشین میمیره بر دوستای عزیز خود معرفی میکنیم. امیدوارستیم که از این شهر شیشه ایره که برشان گفتیم و نیشه گفت که شهر برفی و قسمت برف هست از دیدن تصابیر لذت برده باشن و میره قسمت دیگه هست. اینجینر صاحب قسمی که ما دیدیم مغاره ایره که سنگ ریشته ریشه میگن نه؟ سنگ ریشته از بسستون که وجود داشت به یک نو میشه گفت معدن سنگ ریشه درست است. ما شما فتح کردیم و بسیار جای زیبا و دیدنی تصاویری بسیار زیبا و دیدنی بر دوستای از خود آماده ساختیم تقدیم میکنیم تقدیم هم کردیم بز وقت قسمتایش و اگه موافق باشین میریم یکی دیگه از شاخهای مغاره رو بر ازا به تصویر میکشیم و پیش از اینکه اونجا بریم یک دمی خواستم و من امیدوار هستم که شما تک تک گپای ما را به گوش خود بگیرید و با ما همراه و همگام شوید. همیشه بیننده برنامه زمین باشید و زمین یاری برسانید. درست هست اینجا صاحب؟ خدا یار و نگهدارتان.